تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران در پنجمین دیدارش در مسابقات هندبال قهرمانی جهان در دور اصلی تا ساعتی دیگه در مقابل تیم سوئد به میدان میره. این دیدار هم مثل دیگر مسابقات هندبال قهرمانی دختران ایران در رقابت‌های جهانی به صورت زنده از تلویزیون صدای آمریکا پخش میشه. همکارم علی عمادی که گزارش این دیدارها رو بر عهده داره از سالن محل برگزاری مسابقات با ماست. علی، از بازی امشب ایران مقابل سوئد بگو، شرایط تیم چطوره؟ نتیجه این دیدار چه تأثیری در جایگاه تیم دخترها داره؟ آریان 10 دقیقه به 9 امشب به وقت ایران به صورت زنده از سالن بوریس ترایکوفسکی شهر اسکوپی از تلویزیون صدای آمریکا تو گفتی پخش میشه. در واقع این دیدار تعیین کننده رده تیم ایران در میان 8 دوم جدول اصلی. خب ایران به امرای مقدونی به عنوان تیم دوم گروه B با 2 تیم برتر گروه آ یعنی سوئد و ایسلند در مرحله اصلی تشکیل گروه جدید دادن. البته تیم‌های همگروه دیگه با هم بازی نمی‌کنن، یعنی توی مرحله ایران با مقدونی دیگه بازی نمی‌کنه، سوئد هم با ایسلند بازی نخواهد کرد، ولی امتیاز بردهای مقدونی مقابل ایران و برد ایسلند مقابل سوئد به این مرحله منتقل شده. پس ایران در آغاز مرحله اصلی بدون امتیاز بود به رغم اون دو بردی که مقابل سنگال و ازبکستان بود. چون تیم ایران با مقابل ایسلند شکست خورد، ایسلند با 2 امتیازی که از مرحله گروهی با برد مقابل سوئد با خودش آورد و تیم مرحله 4 امتیازی صدر جدول و ایران هم در واقع با اون شکست بخت راهیو به جمع 8 برتر مسابقات رو و مرحله 4 نهایی رو از دست داده. پیروزی ایران مقابل سوئد با هر نتیجه‌ای در دیار امشب تیم ایران رو 2 امتیازی می‌کنه، در حالی که تیم‌های ایسلند و مقدونی به ترتیب 4 و 3 امتیاز دارن. خب سوئد در دیدار امشب مقابل مقدونی شمالی میزبان مسابقات به تساوی 20-20 رضایت داده و 1 امتیازی و البته شکست ایران در مقابل سوئد خطری برای صعود تیم مقدونی است، چون سوئد هم 3 امتیازی میشه. به هر حال اگه ایران تیم سوئد رو ببره، دیدار روز یکشنبه این تیم برای کسب مقام بین 9 تا 12 جهانی. اگه ببازه به سوئد، تیم ایران روز یکشنبه 4 بعد از ظهر وقت ایران باید با یکی از تیم‌های آلمان و رومانی که الان دارن بازی میکنن و پشت سر من خیلی هم شلوغ میکنن طرفدارانشون، برای کسب 13 تا 16 جنگ که این هم خیلی عالیه، چرا که تیم‌های مدعی پرسابقه مثل مونتنگرو، اتریش، اسلوواکی، اسلوونی، جمهوری چک الان تو پرزیدنت کاپ برای کسب مقام بین 17 تا 32 دارن میجنگن و واقعا حضور دختران نوجوان ایران در میان 16 تیم برتر نتیجه بسیار آبرومند محسوب میشه. خیلی کوتاه بگم که از شرط تیم ایران پرسید. تیم ایران دیروز یه جلسه تمرین داشت ولی دو تا از بازیکن‌ها تمرین نکردن. حضور دو بازیکن اصلی تیم ایران که اتفاقا تو تیم ملی جوانان ایران تو استونی هم برای ایران بازی خوبی کردن، یعنی کاپیتان تیم نوجوانان شهرزاد موسوی و نگین رحمانی که تو دیداره قبل از لاهیه قوزک با هر جفتشون آسیب دیدن، احتمالاً به بازی امشب نمی‌رسن و تیم ایران با 14 بازیکن که 3 تاشون گلره یعنی با 11 بازیکن مدیر سوئد میره. اشاره کنم اگر بازی امشب رو ببره، روز یکشنبه ساعت 4:20 دقیقه وقت ایران همین ورزشگاه مقابل یکی از این دو تیم یعنی تیم سوم گروه سوم بازی خواهد کرد، آلمان یا رومانی. علی عمادی از مقدونیه با ما.